بحث زبان فارسی و تاجیکی یا دری در افغانستان، به هر حال ببینید شما در کشوری زندگی کردید که شاید بیش از 70 سال کودکان تاجیک از سخن گفتن به زبان مادری محروم بودند. در اون سالها سالهایی بود که به هر حال خیلی این زبان تشویق نمیشد، به نحوی تنها اختصاص به تاجیکستان نداشت، در واقع به نوعی یک فرهنگ میخواست همه این کشورها رو بگیره. البته من در صدد تحلیل اون نیستم، اما میخوام بگم آن چیزی که با شیر مادر میآید، این در اله ها و لالایی های مادران به فرزندان جاری میشود، این رو با جریمه کردن و با گرفتن و با بخشنامه و با حبس کردن و اینها نمیشود از بین برد. تاجیکان در افغانستان یک قدرت هستند، یک جمعیت هستند، در ساختن افغانستان نقش دارند، در رهایی افغانستان از دست طالبان که نمونه بارز همکاری بین ایران و تاجیکستان در اون زمان ها اتفاق افتاده، در اون روزگاران سخت که بسیاری از کشورهایی که امروز ادعا میکنن که با طالبان مبارزه میکنن اون روز طالبان را ایجاد میکردند، افغانستان و طالبان رو ایران و تاجیکستان در همکاری با همدیگر مبارزه کردن. چندین بار من خودم در همین دوشنبه با مرحوم احمد شاه مسعود واخوری داشتم، صحبت کردم. این یک مقوله جدی است. امیدواریم که حوادثی که در افغانستان اتفاق میفتد متکی بر واقعیت ها باشد، از واقعیت ها فاصله نگیرد که مردم افغانستان به زحمت میفتند. رسانه های گروهی افغانستان، مردم هوشمند افغانستان در شرایط عادی، همه تیرهای موجود در افغانستان در صلح و سازش و مدارا با هم زندگی میکنند. اما اگر جریانی خواسته باشد در واقع تاجیک و تاجیکان و فارسی زبانان افغانستان رو محدود بکند، این جریان یقینا محکوم به شکسته و ما همون رو محکوم میکنیم.